بسم الله الرحمن الرحیم سلام بینندگان عزیز وقت شما بخیر توجه به خبر ساعت ده از تلویزیون تمدن از اثر زمین قدرتمند روز گذشته در ژاپن 13 نفر کشته شدند و چهل نفر دیگر زخمی شدند نخست وزیر ژاپن گفته این زمین شدید قربانیان و خسارات زیاده بر جای گذاشته و هزاران ساختمان و جاده ویران و برق ده ها هزار خانه قطع شده است به دنبال زمین لرزه 788 درجه ریشتر در روز نخست سال میلادی تا کنون 150 پس لرزه ثبت شده و گفته شده که شماری از مردم در شهرها زیر آوار گیر ماندند. رسانه ها گزارش دادند که دسترسی به مناطق زلزله زده به دلیل تخریب و مسدود شدن جاده ها دشوار شده است کره جنوبی روسیه و کره شمالی نیست پس از وقوع این زمین لرزه در برخی مناطق هشدار سونامی صادر کردند حامد کرزی از قطنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان استقبال کرده و گفته تفاهم ملی و تمثیل اراده مردم راه برقراری صلح و ثبات دائمی در کشور از آقای کرزی تاکید کرده این قطنامه بیانگر احترام به حاکمیت استقلال تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان و نشان دهنده همسویی مجامع جهانی برای یک افغانستان آرام با ثبات و مترقی است کرزی از توجه جامعه جهانی به افغانستان قدردانی کرده اما گفته در نهایت بیرون آمدن از مشکلات دستیابی به صلح و ثبات دائمی در افغانستان در دست خود افغان هاست. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان اعلام کرد به هدف بهبود روابط کابل اسلام آباد احتمالا هفته آینده به کابل سفر خواهد کرد مولانا فضل الرحمن هدف از این سفر به کابل را اعتماد سازی میان افغانستان و پاکستان خوانده و گفته سفیر افغانستان از او رسما دعوت کرده تا به کابل سفر کند این در حال است که پیشتر مولانا فضل رحمان گفته بود بعد از پایان انتخابات پاکستان به کابل سفر خواهد کرد یونسف اعلام کرد کودکان افغان آسی پذیر ترین کودکان در جهان هستند که گرسنگی مشکلات صحی خشونت و ناراحتی زندگی آنها را تهدید می کنند صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که سال جدید میلادی سال سرشار از صلح آرامش شادی و سلامتی برای کودکان افغانستان باشد بر اساس گزارش یونسف حداقل 9000 کودک افغان از سوی تغذیه شدید رنج میبرند و 5 میلیون کودک نیز با گرسنگی روبرو بخش خصوصی با استقبال از تصمیم حکومت مبنی بر پرداخت بدهی های ادارات دولتی میگوید این کار منجر به رونق اقتصادی در کشور خواهد شد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری با حمایت از این تصمیم گفته حکومت پیشین حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار از شرکت های خصوصی بدهکارند پیشتر وزارت مالیه نیز گفته بود ده درصد بدهی ادارات دولتی مثال و متباقی آن در سال آینده از بودجه ملی پرداخت خواهد شد سنگ تهداب شش بند آب در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز به زمین گذاشته شد. ساخت این بندها حدود سی میلیون افغانی هزینه دارد که بودجه آن از سوی وزارت مالیه پرداخت می شود. را از کشاورزان با خورسندی از ایجاد این بندهای آب می گویند با ساخت این بندها مشکل کمابی تا حدود حل خواهد شد. با پایان بسته خبرین ساعت رسیدیم. سپاسگزارم از توجه شما بقیه روز خوش. خدا نگهدار.